بیانیه کمیته بین المللی در جستجوی عدالت متشکل از 4000 قانونگذار در اروپا و آمریکای شمالی. استقبال از احضار فرمانده حملات ژوئیه 2009 به کمپ اشرف توسط دادگاه ملی اسپانیا. تبریک به ساکنان اشرف که با پایداری ستایش برانگیزشان چنین پیروزی بزرگی را نصیب خود و مقاومت و مردم خود کردند. تأکید بر اینکه محاصره دو ساله اشرف توسط مالکی و شکنجه روانی 11 ماهه با 140 بلندگو مشمول نقض فاحش کنوانسیون ژنو و جنایت جنگی است و عاملان و آمران آنها باید به عدالت سپرده شوند. بازتاب جهانی صدور حکم دادگاه اسپانیا در رسانه‌های بین‌المللی. مخابره 21 خبر و گزارش توسط خبرگزاری فرانسه و گزارش‌هایی از والستریت جورنال، واشنگتن پست، دیلی تلگراف، ال پائیس، فیگارو، آسوشیتد پرس، سیاتل تایمز، خبرگزاری اسپانیا، خبرگزاری آلمان، خبرگزاری ایتالیایی آسکا، تلویزیون سی بی اس، تلویزیون الجزیره، تلویزیون العربیه، بی بی سی جهانی و رادیو اروپای آزاد. والستی جورنال: جنرال عبدالحسین شمری باید در روز 8 مارس در مقابل دادگاه حاضر شود. کوانگارسه، وکیل اصلی شاکیان اشرف، صریحاً به نام نوری مالکی اشاره کرده و میگوید جنرال شمری طی این عملیات تحت نظارت کمیته مربوط به دفتر نخست وزیری کار کرده است. گارسه، وکیلی جنگجو که نیروی پشت احضاریه علیه پینوشه بوده است. گزارش دیلی تلگراف از صدور حکم دادگاه اسپانیا برای احضار جنرال متهم عراقی و تأکید بر اعتبار جهانی اسپانیا در پیگرد جنایتکاران جنگی و صدور حکم جلب برای جنرال آگوستو پینوشه در سال 1998 و انجام تحقیقات پیشرفته علیه سران حکومت‌ها از جمله در رواندا و در آرژانتین در رسیدگی به کشتار جنگ کثیف.